چند وقت پیش یه خبر شنیدیم که احتمالاً از آیفون 16 به بعد باتری آیفون ها به جای اینکه توی فویل مشکی باشه توی بدنه فلزیه، همونجور که تو اپل واچ ها هست. اما شایعات و اخبار هی داره کامل و کاملتر میشه و اطلاعات جالبی بود که راجع به این باتری ها شنیدم، گفتم با شما اشتراک بذارم شاید شما خوشتون بیاد. ببین این باتری فقط نمیره تو بدنه فلزی که خنک ترش کنه، اپل داره میره به این سمت که دستگاهاشو تعمیر پذیرتر کنه، راحت تر بشه تعمیرش کرد، به خصوص برای کاربرا، طرف تو خونش بتونه گوشیشو تعمیر کنه. حالا وقتی میخوایم آیفون رو تعمیر کنیم، به خصوص باتریشو عوض کنیم، یه معضل خیلی بزرگی که داریم اینه که مثلا خودم به تجربه از هر 10 باری که چسب زیر باتریو میخواستم بکشم 9 بارش این چسب پاره میشد. تازه خیلی قلق داره، اون قلقا رو ندونی که همیشه پاره است، ولی مثلا سعی میکردیم که زاویه زیاد نشه، گرم باشه، فلان باشه، و آروم آروم دور یه چیز میپیچوندیم که این تا جای ممکن دیرتر این چسب زیر باتری پاره شه که از اون ور ادامه کار راحت تر شه، چون این چسبه که میمونه اون زیر الکل باید بریز این چسبه رو بخوره، بعد این الکل حالا جای دیگه نره، کثیف‌کاری نکنه، بعد فشار بیاری یا ممکنه باتری از هم باز شه و اون خودش باعث آتیش سوزی میشه، بعد ممکنه انقدر فشار بیاری که اصلا بدنه گوشی رو دفرم کنی. از این معضلات داره و همیشه اونجوری که تو ویدیوها میبینی دوتا چسب کشیده میشه و خیلی راحت باز میشه، در واقعیت اون شکلی نیست. به خصوص اینکه یه آیفون کی وقت باتری عوض کردنش میشه؟ من حداقل 2 سال کار کرده، تو سرما و گرما و اینا بوده و این چسبم تا حدودی اون حالت ارتجایی خودش رو از دست داده، یه ذره خوش شده و پاره میشه. یا آیفون نو رو خیلی راحت، معمولا آیفون نو رو هم چسبش رو بکشی راحت باز میشه، ولی آیفونی که کار کرده چند سال اون چسب باز کردنش واقعا درد سریه. حالا برای اینکه این راحت ترشه داره چی کار میکنه؟ از یه چسب جدید قراره استفاده کنه که این چسبه رو خیلی عجیبه بهش یه ذره برق میدیم و ول میکنه. اول من اینو شنیدم گفتم خب پشت آیفون که یه مگنت داریم احتمالاً اینم یه حالت آهن ربایی داره باتریه و وقتی بهش برق میدیم در واقع آهن ربای الکترومغناطیسی معکوس درست میکنیم واسه همین ول میشه، ولی خب این نیست، اصلاً این شکلی نیستش که بس آهن ربا مغناطیس و الکترومغناطیس نیست. خلاصه بعدش داشتم گفتم مثلا یه گیره توره که بهش یه برق میدی ول میشه، اونم نیست. شروع کردم راجبش خوندن که اطلاعات راجبش کمه، ولی یه چیزای جالبی پیدا کردم. این چسب یه چسب اپوکسیه بر پایه رزین یا رزین، همچین چیزایی درست میشه و کارش اینه که دوتا فلز رو به هم بچسبونه و این مایه چسب وقتی زده میشه اونجا، این مایه چسب یونیزه شده است و وقتی اینا رو به هم میچسبونه خیلی محکمه، خیلی عمر طولانی تری داره نسبت به چسبای عادی، گرم شه فلان شه شل نمیشه. گلت چسب آیفون هم شل نمیشد، ولی خب چسب ها کلن داغشن، نرم تر میشن و ممکنه یا باتری ول شه اون وسط. تو آیفون معمولا نمیبینیم، من یعنی که باتری تعویض شده باشه و اون چسب بعدی که کار شده باشه یه ذره به مشکل بخوره. کاری نداریم، چسب خیلی چسب قویه و به خاطر اون سیستم یونیزه شدنش وقتی بهش برق میدیم این یوها اصلا انگار تغییر حالت میده و ول میکنه، یعنی اون حالت چسبش رو از دست میده و دیگه اینا به هم محکم نچسبیدن، ول میشه. خیلی راحت میتونیم یه تیکه باتری رو در بیاریم. اما اینکه این چسبه رو باید تهیه کنیم، خود تهیه اون یه چیز سختیه که اپل داره اینجوری پیش میره که هر چیزی که قرار تعمیر شه ابزاراش هم داره میده تو بازار، یعنی اون چسبه هم احتمالاً مثلا ما تو ایران باید یه چالشی داشته باشیم برای پیدا کردنش، ولی میاد قطعاً و خودمون میتونیم باتری رو راحت تر عوض کنیم. اتحادیه اروپا یه قانون گذاشته که
یه گوشی بعد از 500 بار شارژ باید 82.2% هلت داشته باشه و بعد از 1000 بار شارژ باید تا 80% ظرفیتش که همون ما بهش میگیم هلت باتری، باید 80%ش رو حفظ کنه بعد از 1000 بار شارژ، که خب رو آیفون های قدیمی تر این نیست ولی رو آیفون های 15 این هستش. یعنی چون اینو داره نیاز نداره که باتریشو قابل تعویض کنه. گوشی هایی که باتریشون ضعیف‌تره مجبورن که یه باتری قابل تعویض بذارن رو گوشیشون که کاربر بتونه باتریشو خودش عوض کنه راحت. با توجه به اینکه آیفون 15 ها به این حد رسیدن و آیفون های بعدی هم به این حد دو خواهند داشت، واسه همین احتمال اینکه اجبار اتحادیه اروپا باشه خیلی کمه. اما از اون ور این خیلی آوردهای جالبی داره، از جمله انتقال حرارت و این حرفا خیلی جذاب میشه با این سیستم و باتریمون کلا خنک‌تر میمونه. از اون ورم تعمیرش راحت‌تر میشه که خب اینم یه امتیازیه برای اپل و آیفون. میگن این قراره روی یه مدل از آیفون های 16 امتحان شه و رو از آیفون 17 رو همه آیفون ها بیاد این باتری فلزی با این چسب مخصوص، که احتمالاً اگه یه دونه باشه میشه 16 پرو مکس، احتمالاً شاید هم پروها جفتشون این حالت باتری رو داشته باشن. حالا اینکه این چسب دقیقاً سازوکارش چطوریه، چجوری عمل میکنه و اینا، من یه مقاله پیدا کردم که سایت و مقاله ربطی به اپل ندارن و مقاله هم نسبتاً مقاله قدیمیه، اما اگه خواستین راجبش بخونین لینکش هستش زیر ویدیو تو توضیحات، میتونین مقاله رو بخونین، یه فایل پی دی اف در واقع که دقیق و علمی توضیح داده که این چسب چیه، جریانش چطوری عمل میکنه و مقاومتش چطوریه، چجوری میتونین در واقع کل چیز این چسبه نقطه قوتش ول کردنش با برقه. یعنی باقی چیزاش خب چسبای دیگه هم دارن اینو، ولی اینکه با برق ول میکنه چیز جذابیه. و وقتی هم ول میکنه نکته جذابترش میدونین چیه؟ بدنه که فلزه، اینور خود باتری هم فلزه، وقتی ول میکنه فلز ول میکنه، یعنی تمیز کردنش هم قاعدتا باید خیلی راحت باشه و باتری بعدی رو میذاریم سر جاش دیگه، معطل تمیز کردن و تراشیدن چسب سفت و سختی نیستیم مثلا. واقعا پوست میکنه. خیلی ایده جذابیه. تازه من امروز اصلا من چند بار خوندم و دیدم نمیفهمم، بعد فهم کنم کل پوینتش فلزی شدن باتریه که خب چیز تازه ای نیست، ولی فهمدم که امروز سویر شدم که انقدر بخون تا بفهمی، انقدر سرچ کن تا بفهمی، سویر شدم تا این مقاله رو پیدا کنم، اینو خوندم تازه به نتیجه رسیدم که این داستان چی هست. اصلا دارن هی میگن تو خبر رو وقتی سرچ میکنی همش راجع به همین باتری فلزی اپل دیتا میاد، ولی خب دقیقا تکنولوژی شد سرچ میکنی میتونی برسی به منابع باحال تری. در کل این آیفون 16 پرو آیفون خیلی خریدنیه و باید اتفاقای جالبی روش بیفته. حالا این باتریه یه دونشه، خیلی بحثای دیگه هم داره که تو ویدیوهای بعد حتما راجبش صحبت میکنیم که چرا آیفون 16 پرو خیلی خریدنیه، از چند زاویه واقعا خریدنیه با اینکه نیومده.